کنم به همه عزیزانی که الان منتظر هستند تا ما با همدیگه شروع کنیم مبحث بسیار زیبا و عمیق نظریه بازی ها رو. من خیلی فکر کردم که نظریه بازی ها رو آیا مثل 99% کتاب های نظریه بازی ها با تعریف کلاسیک و خیلی خشک فضای یک بازی و اینکه بازی چی هست و و و شروع بکنم یا یه کار دیگه ای بکنم، و به این نتیجه رسیدم که قبل از اینکه ما اصلا وارد فضای خیلی کتاب درسی نظریه بازی ها بشیم، خیلی خوبه که یک مثال خیلی خیلی معروف از نظریه بازی ها رو با هم ببینیم، که ببینیم اصلا نظریه بازی ها چجوری به جهان فکر میکنه. پس بذارید من مستقیما برم سراغ یک مثال، و مثال همینه: بازی معروف Prisoner's Dilemma یا تصمیم زندانیان. پس من اسم انگلیسیش رو می نویسم تصمیم زندانی ها یا Prisoner's Dilemma. این بازی چی هست؟ این بازی میگه که من دو تا زندانی دارم، زندانی یک و زندانی دو. خب این زندانی یک هست، این هم زندانی دو. من این دو زندانی رو شواهد کافی برای اینکه یک جرم خیلی کوچیک رو بهشون نسبت بدم دارم، اما من میدونم که اینا مرتکب جرم بزرگتری شدن، ولی شاهدی برای اون جرم بزرگتر ندارم، و تنها راه این که بتونم اون جرم بزرگتر رو ثابت کنم اینه که یکی از اینها بر علیه اون یکی شهادت بده و اعتراف بکنه که اینها مرتکب این جرم شدن. خب من میام چیکار میکنم؟ میام این آقای یک رو میبرم داخل یک اتاق، این آقای دو رو میبرم داخل یک اتاق دیگه، و بعد من اینجا میخوام یک جدول بکشم، و حالا خواهید دید که کاربرد این جدول چی هست. من به این آقای یک میگم که آقای یک، شما دو تا راه داری. یکی این که اعتراف بکنی که مرتکب اون جرم بزرگ شدی، یکی این که اعتراف نکنی. و آقای دو رو هم میبرم داخل یک اتاق دیگه و بهش میگم آقای دو، تو هم دو راه داری، یکی این که اعتراف بکنی که مرتکب جرم بزرگ شدی، و یکی دیگه این که اعتراف نکنی و سکوت اختیار کنی. خب و بعد چی میگم؟ میگم آقای یک، اگر تو اعتراف بکنی و آقای دو هم و آقای دو اعتراف نکنه، یعنی تو اعتراف بکنی و آقای دو اعتراف نکنه، من به خاطر اینکه تو اعتراف کردی و به من کمک کردی که یک گواهی داشته باشم علیه آقای تو، تو رو آزاد میکنم و آقای یک رو 3 سال میفرستم زندان. پس اگر آقای یک اعتراف بکنه و یک شهادت جور بکنه بر علیه زندانی شماره 2، آقای یک آزاد میشه، آقای دو 3 سال میره زندان. خب و همین پیشنهاد رو با آقای دو هم میدم، میگم آقای دو، تو هم اگر اعتراف بکنی و آقای یک سکوت اختیار کنه، آقای یک رو من 3 سال میفرستم زندان چون اون سکوت کرده، ولی تو با پلیس همکاری کردی و تو رو آزاد میکنم به خاطر این لطفی که به پلیس کردی. اما اگر هر دوشون سکوت نکنن، من هیچ چیزی بر علیهشون ندارم جز همون جرم کوچیکی که مرتکب شدن، در نتیجه فقط میتونم هر کدوم رو 1 سال بفرستم زندان. نه، میشه 1 سال فرستادن زندان، چون من هیچ شاهدی علیهشون ندارم. اما اگر هر دوشون بر علیه دیگری شهادت بدن، من میتونم یک جرم خیلی بزرگ رو بر علیه هر دو ثابت بکنم و هر کدوم رو 2 سال میفرستم زندان. دو هم 2 سال میره به زندان، و علت این که اینجا 2 سال میرن زندان و اینجا در صورتی که اعتراف نکنن 3 سال میره، اینه که اینجا به هر حال با پلیس یک همکاری کردن و اعتراف کردن، و چون حریفشون یعنی یا زندانی دیگه هم اعتراف کرده، من شواهد خیلی کاملی دارم و هر دو رو 2 سال میفرستم زندان. خب این یک مثال بسیار بسیار معروف و مشخص از یک بازی هست. چرا؟ فرض کنید شما زندانی یک هستین. اصلا شما الان بیاید خودتون رو بذارید جای زندانی یک. شما میگید اگر من اعتراف بکنم و زندانی دیگه که توی اون اتاقی که من نمیدونم میخواد چیکار بکنه و اون هم اعتراف بکنه، من 2 سال میرم زندان. خب برای شما فقط این سطر بالا مهم است در همه اینها، چون شما یک هستید و این اتفاق قراره برای شما بیفته.
بعد میگید حالا فرض کنیم که من فرض میکنم با خودم که آقای زندانی شماره دو اعتراف بکنه. خب من میگم فرض کنیم من اصلا فرض کنم اعتراف بکنه. بعد اگر من بدونم که اون آقای شماره دو اعتراف کرده همکار من، اگر اعتراف بکنم 2 سال میرم زندان، اگر اعتراف نکنم به این دلیل که آقای شماره دو زندانی همکار من اعتراف کرده، منو 3 سال میفرستن زندان. خب پس من اگر بدونم که آقای دو اعتراف کرده، به نفعمه که من هم اعتراف بکنم، چون 1 سال کمتر میرم زندان. خب پس اگر من بدونم که آقای شماره دو اعتراف کرده، به نفعمه که من هم اعتراف بکنم و این بهتر است. اما خب ممکنه همکار من اعتراف نکنه، من چرا بیام زود قضاوت کنم و فکر کنم که همکار من اعتراف کرده؟ پس من بیام فرض بکنم اگه همکار من اعتراف نکرد چی؟ خب اینجا رو نگاه بکنید، اگر همکار من اعتراف نکنه و من اعتراف بکنم و بگم که آره اون مجرمه، منو آزاد میکنن به خاطر اینکه من با پلیس همکاری کردم. ولی اگه همکار من اعتراف نکنه، با پلیس همکاری نکنه و من هم اعتراف نکنم و با پلیس همکار نکنم، منو 1 سال میفرستن زندان. بنابراین من اگه بدونم که همکار من با پلیس همکاری نکرده، به نفعمه که با پلیس همکاری کنم و اعتراف کنم و آزاد شم و اونو 3 سال بفرستم زندان. خب پس دیدید که چه در اینجا باشیم، یعنی من چه بدونم که همکار من اعتراف کرده و چه من بدونم که همکار من اعتراف نکرده، در هر دو حالت به نفعمه که من با پلیس همکاری بکنم. چون در حالت اول اگه همکارم اعتراف کرده، 1 سال کمتر میرم زندان، یعنی 2 سال میرم زندان به جای 3 سال. و در حالت دوم که من بدونم همکار من اعتراف نکرده، باز هم اگه من اعتراف کنم آزاد میشم و به نفعم. خب بنابراین من همیشه اعتراف میکنم، چون مستقل از این که همکار من چه رفتاری از خودش نشون بده، من حتما اعتراف میکنم. اما اینجا هیچ چیزی وجود نداره که آقای 1 و آقای 2 رو از هم متفاوت بکنه، یعنی آقای 2 هم دقیقاً همون شرایط آقای 1 رو داره و دقیقاً همین شکلی فکر میکنه و اون آقای 1 که به این نتیجه رسید باید اعتراف بکنه، آقای 2 هم دقیقاً به این نتیجه میرسه که باید اعتراف بکنه. چون چه من اعتراف بکنم چه اعتراف نکنم، اون به نفعشه که اعتراف بکنه. و بنابراین اتفاقی که میفته اینه که هم من اعتراف میکنم هم اون اعتراف میکنه و هر دو اعتراف میکنیم و داخل اینجا قرار میگیریم از این 4 حالت ممکن و هر دو 2 سال میریم به زندان. خب یه اتفاق بدی افتاد اینجا. چه اتفاقی؟ اتفاق بدی که اینجا میفته اینه که ما میتونستیم هر دو با پلیس همکاری نکنیم و دوستهای بامرامی باشیم و هر دو 1 سال بریم زندان. اما با این حرکتی که کردیم و با این که و به این دلیل که هر دو به فکره این بودیم که سود خودمون رو حد اکثر بکنیم، اتفاقی که افتاد این بود که هر دو 2 سال رفتیم زندان. این مثال بسیار زیبا و میتونم بگم پرفکت، یعنی از این بهتر دیگه ممکن نیست، از یک بازی هست. به این معنی که چیزی که عاید من میشه این که من چند سال برم زندان یا آزاد بشم، فقط تابعی از تصمیم من نیست، تابعی از تصمیم بازیکن دیگه این بازی هم هست و تابعی از این طراحی که توسط پلیس هم گرفته شده هست. گیم تیوری یا نظریه بازی ها شاخه ای از علمه و ابزاریه که به تحلیل این شرایط میپردازه. و من با این مثال خواستم به شما همه ویژگی های گیم تیوری رو بگم. یعنی یک موقعیت کاملا استراتژیک که سود شما تابع تصمیم حریفتون و تصمیم خودتون هر دو با همه و طراحی قوانین هم به شدت روی تصمیمی که شما میگیرید اثر داره. خب ما که قرار نیست در زندگیمون مرتکب جرمی بشیم که بخوایم بریم زندان، من علاوه بر این که بهتون میگم که خب این فقط یک مثال از یک بازی بود، میام یه کار دیگه میکنم. من میام یک شرایط اجتماعی دیگر رو در نظر میگیرم. به جای اعتراف کردن و اعتراف نکردن، بد رانندگی کردن و خوب رانندگی کردن میذارم. خب پس فرض کنید که من میتونم بد رانندگی کنم، یک خیابونی داریم، و میتونم خوب رانندگی کنم و بقیه راننده ها هم 2 تا گزینه دارن، میتونن بد رانندگی کنن و میتونن خوب رانندگی کنن. خب من میخوام بگم که این مثال، یعنی رانندگی کردن، دقیقا همین شرایط رو برای ما در پی خواهد داشت. چرا؟ بذارید پس من این قسمت ها رو یه خورده پاک بکنم که من بتونم نتایجی که حاصل میشه رو
خیلی سریع براتون بنویسم. ببینید اگر هر دوی ما بد رانندگی بکنیم اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که هر دو خیلی دیر میرسیم به مقصد، یعنی هم آقای یک هم راننده شماره دو خیلی دیر میرسیم به مقصد، شرایطی که در خیلی از خیابونهای تهران حکم فرما هست. اما اگه من بد رانندگی کنم، یعنی خیلی لای بکشم و پیش در پیش برم، و شما خوب رانندگی کنید، به نفع من هست. خب برای اینکه من میتونم از این بد رانندگی کردم هم استفاده بکنم، زود برسم، و شما خیلی خیلی دیگه دیر میرسید. خب برای اینکه بد رانندگی کردن من داره شما رو اذیت میکنه. به عکس اینم است، اگه شما بد رانندگی کنید و من خوب رانندگی کنم، من خیلی خیلی دیر میرسم و شما زود میرسید. اما اگه هر دو قوانین رو رعایت بکنیم و خوب رانندگی بکنیم، هر دو در یک زمان معقولی میرسیم به مقصد. خب در حقیقت بد رانندگی کردن فقط به شرطی برای شما فایده داره که بقیه خوب رانندگی بکنن. حالا همه راننده ها در تهران میان اینجوری فکر میکنن و اینو دقیقا میتونید شما به مثال قبل تستش بکنید و ببینید که در هر شرایط، یعنی با هر رفتاری از راننده دیگه، چه بد رانندگی کنه چه خوب، به نفع شما هست که از لحاظ شخصی بد رانندگی بکنید. و همه اینجوری فکر میکنن و بنابراین ما در این نقطه قرار میگیریم، یعنی همه تصمیم میگیرن که بد رانندگی بکنن، اتفاقی که متاسفانه در خیلی از خیابون‌های تهران الان داره رخ میده و خب هممون دیر میرسیم، در حالی که میشد همه قوانین رو رعایت کنیم، یه خورده از اون زوده دیرتر برسیم ولی در یک زمان معقولی برسیم، و از این شرایط، خیلی این شرایط بهتر بود که رخ نمیده. مثال‌های خیلی خیلی زیاد دیگه‌ای هست که دقیقاً در قالب این بازی پریزونرز دیلما قابل توصیف هست که در جلسات آینده به اونها خواهیم پرداخت. من امیدوارم شما یک احساس خوبی نسبت به اینکه بازی چی هست به دست آورده باشید و در جلسه دوم نظریه بازی‌ها شما رو باهاتون صحبت خواهم کرد. فعلا خداحافظ.